ست. آفرین، درسته. یکی رو بگو. هفتا اینم درسته. تو از کجا میفهمی؟ حدس میزنم. پس چرا ما نمیتونیم حدس بزنیم؟ خب شاید به خاطر اینکه من شانسم بیشتره. اگه راست میگی این یکی رو بگو. ست. آفرین خاله، درست بود. بابا هفتی رسی باشه. حالا این یکی به یه شرط. چه شرطی؟ بعد قول بدی اگه درست گفتم دیگه میسمو نترسونی. باشه. قول. قول. خیلی خوب. حالا چرا باید برق و حالا ناراحتی که چرا نوچه های دوباته تو هم سباکی خلاصم چهار تا. نه خیر، پنج تا. خاله دروغ میگه، چهار تا بود. نه خیرم آقا میسم، پنج تا بود. سحر جر زدن اصلا کار خوبی نیست. اگه من جر زنم پس شما هم جادوگری. سحر از وقتی دیدم تو خب من توی داستانی خوندم که یه جادوگر همین کارا رو میکرد. اون دوتا چشم اضافه داشت و اونا رو همه جا میفرستاد تا براش ببینن. اما از خاله فرشته پیرتر بود و با جارو این برا اونور میرفت. اینا همه قصه سحر. چند دفعه بهت گفتم نظر این چیزای مزخرف رو بخونه. مزخرف نیست. مزخرفه چون شما باور میکاری. میشه منم بازی کنم؟ اونطور هم میندازه تو هنچر. نه اینکه تو میخواستی واسم فیل هم کنی. بگو چند تاست. من از کجا بدونم؟ حدس بزن. اگه درست بگم هرچی بخوام به هم میدی؟ آره. هرچی؟ آره؟ مگه تو چی میخوای؟ شیشتاست. باختی. دوتاست. هورا با! آفر ما برنده شدیم. بسه جنازه شدن بازن. رعنا جان یه دقیقه بیا. چی بهت گفت که خام شد؟ چقدر به؟ یه دیش ازش بود. بفرمایید. دستت درد نکنم. ممنون. من و عزیز و بچه ها امروز عصر میخواییم بریم سر خاک. اگه بشه بعدش هم میخواییم بریم شهر بازی. با چی میخواییم بریم؟ میزنم آژانس اکبر آقا بیاد. شهر بازی شلوغه مامان. بچه ها گم میشن. من موازی بشونم. شما که جایی رو بلد نیستین. یه نفر باید مراقب خودتون باشن. من مراقبم. مامان برای آدمی تو سن و سال شما سخت مراقبت کردن از سه نفر. خب مامانم میاد. من امروز سرم خیلی شلوغه. عصرم باید برم خرید کنم. صبر کن یه روز که سرم خلوت شد همه با هم میریم. خب شما که هیچ وقت سرتون خلوت نیست. بذاریم بریم دیگه. خیالت راحت باشه. من خودم مراقبم. تو هم نمیخواد نگران باشی. بسیار خوب. من تو ماشین منتظرم. هیچی نخوردی که. من میرم میسم صدا کنم. نمیدونم چیه، اما بهزاد این روزا خیلی بی‌حوصله است. ناراحته، اصلا با هیچ کس حرف نمیزنه. خب شاید معتاد شده. امشب برو جیباشو بگرد. شوخی کردم بابا. هرچی از مربوط به فرشته میشه. خیلی باش بد اخلاقی میکنه. کلن باش بد شده. آدم بی خود و بی جهت که با کسی بدرفتاری نمی کنه رعنا جون. حتما یه دلیل و علتی داره. آره منم میخوام همینو بفهمم. میخوام دلیلشو بدونم. خب ازش بپرس. پرسیدم. جواب درست حسابی که نمیده. میگه هیچی نیست.
شاید در مورد فرشته یه چیزایی فهمیده یا یه اطلاعاتی از اون به دست آورده. مثلا چی؟ نمیدونم، لابد یه چیز بدی هست که نمیخواد تو بفهمی. اصلا نکنه اومدن این دختره به خونه شما با نقشه قبلی بوده. ناهی، حرفا میزنی یا؟ اصلا چرا این روزا به جای اینکه راجع به خواستگارای من صحبت کنیم همش راجع به شوهر تو صحبت میکنی؟ بفرمایید. ببخشید آقای طاهری، دفتر مهندس صوفی گفتن ایشون تا شب جلسه دارن. دوباره زنگ بزنید بفرمایید، حتما یه وقت به ما بدن، من امروز کار واجب با ایشون دارم. چشم. خانم فرخنده، اگر گفتن امروز نمیشه برای فردا حتما یه وقتی بگیر. باشین دیگه، دیر شد الان ماشین میاد. دیدی گفتم؟ من که بچه نیستم دست شما رو بگیرم. بله هر اگه بخوای اذیت کنی اصلا نمیبرم تا. بهزاد تویی؟ من که اذیت نمی کنم، فقط میگم دست شما رو بگیرم. ما خودمون میرفتیم مادر، بی خود کارتو بل کردیم اومدی. نگران بودم ماما. بابا حالا که اومدی تازه بیشتر رو ما رو میبری پارک؟ آره بابا پارک خوش میگذره. تا بخوایم بریم بیشتر رو برگردیم دیر میشه. نه بابا پارک که همیشه وازه، دیر نمیشه. آره بابا تو رو خدا. نباشید ماما، من مراقبم. فلک بچه هم به احساد از بس که کاری زیاده سال تا سال نمیرسه این بچه ها رو بیاره بیرون. بابا بیا من حال بده. بیا چی کار میکنم خاله تن بیا من حال بده.
خاله بیا دیگه. بابا تو سر حل بده خاله منو. من چیکار کردم که دستم ناراحتی؟ بالاتر. الان دو روزه که با هم حرف نمیزنید. حتی به هم نگاه هم نمی کنید. با هم قهرید اما نمیدونم چرا. نمیدونم چه کار بدی کردم. اگه کار بدی کردم یا حرفی زدم که ناراحت شدین ببخشید. شما کاری نکردید. من مشکلم با خودم. بابا محکمتر. پس با هم اخم و تخم نکنید. خواهش میکنم. بابا محکم. وقتی شما با هم اینجوری برخورد میکنید من احساس بیپناهی میکنم. دست شما درد نکن. خواهش. خب شما چی میخوری؟ جوجه کباب. شما چی؟ هرچی خاله فرشته بخوره من هم میخوام. برای شما چی سفرش بدم؟ هرچی که برای خودتون سفرش میدیم برای ما هم همونو بگیرید. نه دیگه، هرچی کار سخته گردن من نندازیم. من خودم میخوام مرغ سوخاری بخورم. شما میل دارین؟ شما؟ برای شما چی سفارش بدم؟ سبزی پلو ماهی. سبزی پلو ماهی. آها اینو شنیدین؟ یه روزی آقای میره رستوران میگه که به من سبزی پلو ماهی بدین. بعد گارسونه که براش غذا میاره میبینه که ماهی نداره. بعد گارسونه رو صدا میکنه میگه که آقا این سبزی پلو ماهی که برای من آوردین که ماهی نداره که. گارسون میگه شما وقتی میرین شیرنی فروشی میگین شیرنی ناپلونی میخوام، اون شیرنی توش ناپلون بناپارت داره که حالا شما میگین باید ماهی داشته باشه. بعد یه آقای یه بار میره رستوران بعد میگه که برای من غذا بیارین با یه نوشابه. وقت اون گارسونه بهش میگه نوشابتون زرد باشه یا مشکی، میگه که رنگش دیگه به خودم مربوطه. ببخشید قربان. بفرمایید. عرض کنم که از این سبزی پلو با ماهیتون یه دونه به ما بدین. بله. بعد از این مرغ سوخاریتون هم 4 پرس بدین. خواهش می‌کنم. با سالاد و نوشابه. نوشابه چه رنگی باشه؟ نوشابه 3 تاش مشکی باشه، 2 تاش زرد باشه.
متشکرم. دست شما درد نکنه. بهزاد یادت باشه یه غذا برای رعنا بگیریم. بله چشم. این بچه ها مگه از روی اسباب بازی ها می آمدن پایین؟ آخرش هم گفتن الا و للا باید بریم رستوران غذا بخوریم. من هم گفتم حالا یه دفعه آوردیم بچه ها رو بیرون دلشون رو نشکنیم. این هم برای تا خیلی خوبه رهنا جون غذاش. ولی من شام درست کردم. روم سیاه. سلام. چی شده؟ چقدر بهت گفتم زنگ بزن رعنا منتظر نمونه. طفلکی برامون غذا درست کردی. ولی من برات یادداشت نوشتم. نوشتم دیر میای. تاثیر این بچه ها شد دیگه. چقدر گفتم شام بیرون نخوریم. انقدر مشغولمون کردن که حواسمون از شما پرت شد. ببخشید. فردا دوباره میریم. شما هم بیا. برید بالا مسواکتون رو بزنید و بخوابید. دیر وقته. رهنا جون ببخشید. من خیلی معذرت میخوام. اخباتو باز کن. هی خوربونو خندت برم. خیلی خسته شدم. باشم هم قرصامو بخورم. من اصلا فکر نمیکردم برای شام منتظر بمونی. ببخشید. یعنی گفتم حالا که بعد از مدت ها بردمشون بیرون بذارم حسابی بهشون خوش بگذره. خانوم ببخشید. بخشیدی؟ انرژی دارن این بچه ها.
چرا انقدر معطل میکنی؟ سهر زود باش دیگه، دیر شد. الان میام. خاله فرشته دیر شد. خیلی قشنگ شد. بدش ببینم. تکلیف مدرسته؟ آره حتما بیس میشم. مامان چرا پارش کردی؟ برای اینکه باید نقاشی تو خودت بکشی نه کس دیگه. باید تکالیف تو خودت انجام بدی. حالا خانم معلم به نمره صفر میده. حقته، باید هم صفر بده. حالا زود باش برو پایین. تقلب کار بدیه فرشته خانم. نباید به بچه ها یاد بدیم که تقلب کنن یا دروغ بگن. شما هم باید کم کم خوب و بد رو یاد بگیریم. عجیبه که آشپزی یادتون مونده اما این چیزا یادتون رفت. بازی دیگه بس.
بله. سلام آقا بهزاد، من فرشته هستم. سلام علیکم، حالتون خوبه؟ ممنون. آقا بهزاد ببخشید، عزیز یکم حالش بد بود، من آوردمش درمانگاه. چی شده؟ چیزی نیست، یکم قلبش درد گرفته بود، الان حالش خوبه. الان کدوم درمانگاهید؟ نترسید آقا بهزاد، الان حالش خوبه، دارم برش میگردونم خونه. خیلی خوب، منم الان میام خونه. بله سلام. کی بود مادر؟ بهزاد عزیز. وای بچم زابرا شد. آخه چرا تو زودتر به من زنگ نزدی که من بیام؟ آخه مگه چی شده بود؟ خبری نبود که اینقدر شلوغش کردیم. تو عزیز جون میگفتم با آقا بهزادم نگم. سلام. سلام. چی شده ماما؟ هیچی، من خوبم. تو چرا اینطوری؟ خیلی خوب دکتر... گفتم بهش نگین هول میکنه، رنگش اینه گچ دیوار شده. خیلی خوب دکتر چی گفت؟ هیچی، گفت هیچی نیست، یعنی خب هیچی هم نبود، یکم قفس سینم درد گرفت، الان من خوبه هستم. رنا دکتر چی گفت؟ نمیدونم، من نبودم، الان اومدم، فرشته خانم عزیزو بردن. گفتن چون قرصاشون نخوردن اینطوری شدن. قرصاتو نخورده بودی مگه؟ دیشب یهو فهمیدم قرصام تموم شده، دیگه دلم نیومد تو رو اون موقع شب بفرستم سراغ قرص. گفتم حالا که از وقتش گذشته خب بعدی دیگه میخورم. مامان آخه شما چرا اینجوری میکنی؟ مگه صد دفعه دکتر بهتون اصرار نکرد قرصتون رو سر وقت بخورید؟ شما نگران نباشین، من از این به بعد خودم حواسم هست، به موقع قرصاشون رو میدم. حالا خدا رو شکر ایشون خونه بود. خیلی زحمت کشید، دستش درد نکنه. نه بابا این چه حرفیه، وظیفه‌ام بود، خواهش میکنم. فرشته خانم من از شما خیلی ممنونم. اینو بزن اینجا. اینجا. خب حالا بگو یکی کجا بزن. اونجا. اینجا. میسن دست ازن. خیلی خب اینو بزن اینجا. اینجا. اون برتر. خیلی خوب، فعلا خوبه. من میرم به غذا سر بزنم، دست به هیچی نمیزنید، فهمیدین؟ باشه. سلام. وای چی دارین درست میکنی؟ این پازل خاله فرشته برام میخریده. خیلی سخته مامان، فقط خودش میتونه درست کنه. نه بابا من الان 2 دقیقه همه رو براتون میچینم. دست من بهش خراب میشه. یعنی چی خراب میشه؟ بذار تو خاله فرشته بیاد. باشه. آخه برای چی؟ خودم میتونم براتون درست کنم. ما میخواییم با خاله فرشته بازی کنیم. اگه یکیشو اشتباه بذاریم اون وقت عصبانی میشه و ما رو دعوا میکنه. شما رو دعوا میکنه؟ آره. مامان با
به خاله فرشته میگم تو خرابش کردی. خب حالا تو نیومدی بیا درستش کنی. این بر کجا بود میسن؟ باد قدیم. مامان چرا اینجوری میکنی؟ برای اینکه میخوام دعواتون کنه. میخوام ببینم چجوری دعواتون میکنه. به مامانت بگو عجله کنه دیگه، دیرمون شد. نمیاد، گفت شما برید. برای چی نمیاد؟ گفت امروز مرخصیه. بابا اینو بگی من کفشم بپوشم. این چی هست؟ ناهار امروزتونه. خاله فرشته داد که بدمش به شما. بریم. سلام. سلام. داری چی درست میکنی؟ هیچی، فعلا گوشتا رو گذاشتم بپزن. خب من امروز موندم خونه که ازت پذیرایی کنم. پس بهتر تو بری به کارات برسی، منم آشپزیمو بکنم. نه شما زحمت نکشین، این کارا دیگه وظیفه منه. این چه حرفیه؟ ناسلامتی تو مهمونی، زشته که از صبح تا شب کار کنی. ولی من دوست دارم کار کنم. من دوست ندارم فرشته جون. دیگه هم حق نداری دست به سیاه‌سفید بزنی. به قول عزیز در دیزی بازه، حیای گربه کجا رفته؟ تعارف میکنین؟ نه قربونت برم، دیگه حق نداری هیچ کاری بکنی. یعنی من اجازه نمیدم. حالا هم بهتره بری تو حال بشینی و قشنگ استراحتتو بکنی تا منم به کارم برسم. برو عزیز من، برو. سوختی خاله، سوختی. خیلی خوب تو بازی کن. رو خط نریا. میسم مگه نگفتم برو حموم؟ حالشو ندارم، شب بینم. چشمم روشن، این چجور حرف زدنه؟ حالشو ندارم یعنی چی؟ کی به تو این حرفا رو یاد داده؟ میخوام بازی کنم. دیگه نبیرم اینجوری حرف بزنی ها. بلش کن، بنداز. میگم بنداز، بنداز میگم. بیا بریم. بلن کن. بیا بریم. من بازی کنم. حالا نزار منو ببره. حالا که دیر نمیشه، بزن بازی کنه یه خورده. شما دخالت نکنید لطفا. یه جارو وردن این خطا رو پاک کنید بی زحمت.
بریم بریم ببینم. من نمیخوام، من نمیخوام. نمیخوام نداریم. من میخوام برم بازی کنم. نیستم، داری عصبانی میکنی ها. اینقدر مادرتو اذیت نکن، خب برو همون دیگه. من تمیزم، میخوام بازی کنم. کجا عزیز؟ یه دقیقه با فرشته میخوام برم خونه اسمت خانم اینا. نزدیک یه ماه از مکه اومده، هنوز نتونستم برم دیدنش. بی زحمت نمیخواد فرشته رو ببرید، من باش کار دارم. بریم ببینم. بریم. بذار بازی کنم.